سلام. خیلی حرفا رو میشه زد، خیلی کتابا رو میشه خوند، خیلی کارا رو میشه انجام داد. این دنیا پر از رنگ و لعابه. تنها فلسفه‌ای که میتونه جواب همه اون چیزهایی که در دنیا پر از تناقض بده، قرآن. شما وقتی قرآن رو باز کنید، شما که هنوز وارد این بازی های پرفری به دنیا نشدید، هنوز قلبتون پاک هست، آیات قرآن به قلبتون می نشینه، می بینید خیلی از این آیات اصلا تا حالا به گوشتون نخورده. انگار داره قرآن به شما نازل میشه. اصلا فلسفه قرآن همینه. در مورد خداوند خیلی صفات رو گفتن. قادر، حکیم، خبیر، سمیع، بصیر. اما من میگم خدا حیه. این یکی از صفات خدای دیگه. یعنی چی حی؟ یعنی همین الان در کنار شماست. اگر احساس تنهایی میکنید، اگر کسی شما رو درک نمیکنه، اگر ظلمی به شما شده، اگر غمخواری ندارید، چرا به خدا نمیگید؟ اون میشنوه و زودتر از اون چی که فکر کنید اجابت میکنه. تصور این که من از خدا ثروت میخوام و خدا به من ثروت بده، نشانه این هستش که خدا رو نشناختی. خدا به آدم مشکلات رو میده تا تواناش کنه، افرادی رو سر راهش قرار میده تا بهش محبت کنه، و وقتی نیازمند شد کسانی رو سر راهش قرار میده که حتی ممکنه باش دشمن باشن، اما نجاتش میدن از سختی ها. این عقل انسانه که واسطه بین رحمت خدا و انسانه. انسانی که عقل خودش رو به کار نگیره، عقل پاک، عقل پاکیزه، عقل سالم، چه انتظاری داره؟ ثروت، شهرت، مقام، همه اینا دنیاییه. اینا اصلا توی فاز الهی معنایی نداره. اینا همه لهو و لعبه. اینا همه بازیچه دنیاه. چه کسی حسرت یه پولدار مرده رو داره؟ چه کسی؟ خوشبخت چه کسیه؟ من الان به شما یه چیزی میگم، من این دنیا اصلا تصورش شاید نکرده باشید. بذارید از دنیای امروز صحبت کنیم. سلبریتی ها و چند ماه قبل فکر میکردید خیلی خوشبختن، درسته یا نه؟ اما الان نمیتونم به اندازه یک بچه اظهار نظر کنن. این نورید و انمون علالدین استضعفو یعنی چی؟ یعنی همین. اینا استکبار میکردن به مردم، هم ثروت مردم رو میخوردن، هم دلقک بازی در میآوردن. چه فیلم هایی ساختن؟ حالا نمیتونن اظهار نظر در مورد مسائل خودشون کنن، میترسن دنیاشون از دست بره، بگیرنشون، پولشونو، شهرتشونو، آبروشونو. اما مردمی که عزت دارن حرفشونو دارن میزنن. اون نوجوونی که توی مدرسه با اخمش، با ناراحت شدنش،
با حرف بیانش داره کارشو انجام میده، نشون میده از ظلم بدش میاد. اون الان عزت بیشتری داره یا اون سلبریتی؟ اصلا لیاقت اسپوردن هم ندارن. این یه نشانه است. دنیا اینجوری نیست خدا اون دنیا وعده داده باشه به مؤمنا، به آدم های مستضعف. همین دنیا داره عمل میشه. حالا صبر کنید، اگر اهل تقوا و ایمان باشید شما حاکم دنیایید. همین الان نیاز نداره منتظر باشید یک رژیمی بره، یه رژیمی بیاد، یه اتفاقی بیفته، یکی بمیره، یکی بلند شه. همین الان شما حاکمید، حکومتتون داره اتفاق میفته. مثل حضرت موسی چه حالا بره بنی اسرائیل رو نجات بده چه نده، داره دنیاشو اداره میکنه. مثل پیامبر چه بره مدینه چه نره، شما همه تون این جایگاه انسانی رو میتونید داشته باشید. امیدوارم برسید.